داوران وطن آباد ول غواړي. محترم ملا عبدالغنی برادر آخوند کار باقی مانده پروژه بند پاشدان را افتتاح نمود. محترم ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزراء امروز به تاریخ 9 ماه ثور 1403 خورشیدی کار باقی مانده پروژه بند پاشدان ولایت هرات را افتتاح نمود. در مراسمی که به همین مناسبت تدویر یافته بود، ملا عبداللطیف منصور وزیر انرژی و آب، شیخ نور احمد اسلامجار والی هرات، علمای کرام این ولایت، تجاران ملی، سرمایه گذاران و شماره از مسئولین امارت اسلامی نیز حضور داشتند. معاون اقتصادی ریاست الوزراء آسیب هایی که از اشغال، جنگ، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی و تغییرات اقلیمی در دو دهه گذشته به میان آمده را عوامل دانست که افغانستان را با مشکلات اجتماعی و اقتصادی زیاد روبرو نموده است. محترم ملا صاحب افزود امارت اسلامی عزم و اراده قوی برای مدیریت منابع طبیعی در کنار سایر عرصه ها برای خودکفایی، پیشرفت اجتماعی و اقتصادی کشور دارد. به گفته وی، زمینه سرمایه گذاری خوبی را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی در این بخش فراهم کرده است. محترم ملا عبدالغنی برادر آخوند گفت امارت اسلامی تمام کارهای باقی مانده بندهای کشور را ارزیابی نموده است. محترم ملا صاحب افزودند برای تکمیل کارهای باقی مانده بندهای یاد شده، پلانهای کاری همه جانبه ساخته شده که بر اساس آن کارهای عملی بسیار از بندها آغاز گردیده. یکی از این بندها پاشدان است که امروز کار عملی آن آغاز شد. معاون اقتصادی ریاست الوزراء پروژه بند پاشدان را برای ولایت هرات مهم و حیاتی خواند و برای مردم هرات اطمینان داد که امارت اسلامی متحد به اتمام این پروژه است و تلاش میکند تا کارهای این پروژه را به موقع و با کیفیت خوب به پایان برسانند. محترم ملا صاحب از فداکاری های مردم هرات برای آزادی کشور قدردانی نموده گفت که امارت اسلامی تمام پروژه هایی را که بتواند مشکلات اقتصادی آن را حل نماید آغاز خواهد کرد. با تکمیل شدن پروژه بند پاشدان برای هزاران هموطن ما به صورت مستقیم و غیر مستقیم زمینه کار مساعد و در حدود 54 میلیون متر مکعب آب ذخیره، 13 هزار هکتار زمین آبیاری و 2 مگاوات برق نیز تولید خواهد شد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اماراتی مسئولین و علما و سوداګر و مجاهدین و درسنی استاد و د هرات قدرمن ولس، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د خوشی ځای دی چې د هیوا د آبادی په مخه د ویستری زیربنایي پروژه په پرانیسته غونډه کې سرغټول یو. الحمدلله اسلامي امارات نن بیا د یو داسې عنصر د مدیریت په پام ګام اخلي چې الله تعالی جل جلاله ورپورې د هر شي د ژوند بقا تړلې ده او په نړیوالې کچه یې نر ورځ تر بلې تر نیپتو په لوړېدو دی. اسلامي امارات د طبیعي سرچینو د مدیریت لپاره قوي هوډ او د عمل نیت لري، څو یې په پایله کې هیواد د ځان بساینې په لور سوق شي. په تیرو دوه لسیزو کې د اشغال، جګړو، سیاسي او اقتصادي بې‌ثباتي، اقلیمي بدلون او ورځ تر بلې زیاتېدونکي نفوس هغه لاملونه وو چې افغانستان یې له سختو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره مخ کړی دی. دا چې د هرات ولسونه د خپل هیواد د ازادۍ لپاره قرباني ورکړې ده، لازمه ده قدردانی وکړو او هغه لوی پروژې بشپړ کړو چې د دوی اقتصادي ستونزې پرې حل کېدای شي. د اسلامي امارت په راتګ سره د هیواد خودکفا کېدو، ټولنیز او اقتصادي پرمختګ لپاره د نورو برخو تر څنګ له طبیعي سرچینو څخه هم درسته استفاده کېږي او په دې برخه کې کورنۍ او بهرنۍ پانګوالو ته د پانګونې زمینه مساعده شوې ده.
د اسلامي امارت کابینه او اقتصادي کمیسون په ناستو کې د هیواد په کچه د هغو لویو بندونو چې کارونه یې نیمګړي پاته وو د اوبو او انرژي وزارت په مشرۍ کاري ټیمونه وټاکل شول. دغو ټیمونو د یادو بندونو د ارزونې او عملي چارو د پیل لپاره هر اړخیز جامع کاري پلانونه جوړ کړل چې په پایله کې د ډیرو بندونو عملي چارې مخکې پیل شوي دي چې له جملې څخه یې یو د پاشتان بند دی او دا دی نن یې د عملي چارو د پیل شاهدان یو. د پاشتان بند پروژې په عملي کېدو سره به زموږ زرګونه هیوادوالو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره. شاوخوا 4.5 میلیونه متره مکعب اوبه به زیرمه، 10,000 هکتار ځمکه به خړوبه او ورسره به 2 میگاواټه برېښنا هم تولید شي. د پاشتان بند د هرات ولایت لپاره یوه مهمه او حیاتي پروژه ده او موږ په ټول توان د دغې پروژې بشپړولو ته ژمن یو او هڅه کوو چې په پوره اخلاص سره چارې په عمل کې بشپړ کړو. له قراردادي شرکت څخه هم غواړو چې په اخلاص او امانتدارۍ سره ورسپارل شوی چارې بشپړ کړي. اسلامي امارت د نورو برخو ترڅنګ د برېښنا تولید او اوبو مدیریت په برخه کې هم کوټلي ګامونه اخیستي دي. دلته د مثال په ډول د ځینو یادونه کوم: د قوشتېپې ستره او ملي پروژه، د کجکي بند د دوهم پاس پرانیسته، د بخش آباد کمال خان او شاوروس بندونه د پاتې چارو شروع کول، د سلګونه چک ډیمونو جوړول، د کوچنیو او متوسط بندونو چارو پیلول، د آمو سیند د څنډو تحکیماتي پروژې بشپړول، د هیواد له شمال څخه جنوب ته برېښنا مزي غځول، د سبسټیشنونو جوړول او بیا رغونه، په مختلفو ولایتونو کې د لمریزې او بادي برېښنا پروژو پرانیستی ښې بېلګې دي. همدارنګه اسلامي امارت د برېښنا سکتور په برخه کې کورنیو او بهرنیو پانګوالو د جلب او د پانګونې لپاره د اسانتیاو برابرولو په تړاو جدي هڅې پیل کړي دي، چې ښه بېلګه د کابل ولایت په سروبي ولسوالۍ کې د کورنۍ او بهرنۍ شرکت له لوري په ترتیب سره د 10 میگاواټه او 2.5 میگاواټه لمریزې برېښنا د تولید پروژې دي. په پای کې د هرات ولایت له قدرمنو مسؤلینو او د دې ولایت د درنو ولسونو له میلمه پالنې او تود هرکلي څخه مننه کوم. سالا او بي سالا لختي زتر لوي دي سال لجنوب تر شمال شيرا جوړ پاي وطن بي مثال او بي سالا د کفن تا پور پیر کم دی جنازي دي کم شوي د کفن تا شوی د وینو ویال وچی شوی بهر لس بد حال شیر جوړ پای وطن بی مثال او بی سیال لختی زتر لوی دیزای لجنوب تر شمال شیر جوړ پای وطن بی مثال او بی سیال شلګلن زخمونه ډېر دي درملنه یې وخت غواړي شلګلن زخمونه ډېر دي درملنه یې وخت غواړي واکمنان ورته چمتو دي مخبتي ته یم خوشاله شیره جوړ پای وطن بی مثال او بی سیال لختی زتر لوی دیزای لجنوب تر
شمال شیر جوړ به ای وطن بی مثال او بی سیال لختی زتر لیتی زل لجنوب سلام بزرگوار وقت شما بخیر بسیار خوش آمدیم به غرفه ما به بازدید از غرفه سمارت سیتی سولوشن آی سیتی من احمدی هستم رئیس و مؤسس شرکت سمارت سیتی سولوشن آی سیتی و ما در زمینه اتوماسیون در زمینه سمارت سازی زندگی کار میکنیم شهر هوشمند در واقع یک مفهوم هست که یعنی ما یک شهری داریم که بیشتر امورات زندگی ما بر اساس تکنولوژی سهولت پیدا کرده یک شهر هوشمند بر اساس اینکه چه مقدار سیستم تکنولوژی درش داخل هست در واقع هوشمندتر تعریف میشه یا خدای نکرده پسمانده تر ما تعریفی که از سیستم هوشمند داریم است که در واقع باید بتانیم از تکنولوژی در بخش‌های مختلفی که از زندگی روزمره ما هست بیشتر استفاده بکنیم مثال میگم شما در خانه نشستین و میخواین که کارتان پرداخت پول هست این را از طریق موبایل از طریق کامپیوترتان انجام بدین این سهولت باید وجود داشته باشه شما میخوان به یک اداره کار بکنین و در او اداره دولتی یک عریضه دارین باید بتانین از طریق سیستم او کار را بتانین به سهولت انجام بدین یعنی شما باید بتانین که این کار را به راحتی انجام بدین عرض کنم که بخش دیگر که میشه از اون نام ببرم بخش امنیت است استفاده از تکنولوژی دخالت انسان ها را در امور کم میکنه چرا نه عرض کنم که جامعه ما یک جامعه ناآشنا هست و موضوعات تکنولوژی ما در هر نمایشگاه سعی میکنیم شرکت بکنیم به خاطر اینکه یک مقدار مخاطب بیشتر داشته باشیم به مردم بگوییم که در واقع موضوع هوشمندسازی زندگی چقدر برای اونا آسایش و آرامش میاره بنابراین نه فقط برای من که در زمینه تکنولوژی کار میکنم هر کدوم از دوستایی که در این نمایشگاه شرکت کردن تجار هستن اینا بحث مخاطب هست مخاطب بیشتر میتونن داشته باشن و از او مزیتش استفاده بکنن این نمایشگاه خاص حالا جنبه بین المللی هم پیدا کرده و کشور دیگه هم در اینجا شرکت کرده که آرزو میکنم که روزی نمایشگاه داشته باشیم که بیشتر کشورهای جهان در او شرکت بکنن بحث توسعه اقتصاد هست اقتصاد یک حلقه هست در این حلقه در این زنجیره در واقع باید بگویم که حلقه اقتصاد داخلی یک بخش خرد هست و آرزو میکنم که با کشورهای بسیار بیشتری در تعامل باشیم در ارتباط باشیم و اونا در نمایشگاه های ما شرکت بکنن ما در نمایشگاه های اونا شرکت بکنیم و زنجیره و حلقه در واقع اقتصاد ما خیلی فراتر از این چیزی که امروز هست باشه نمایشگاه نقش بسیار موثر داره و بسیار مفید خدا رو شکر روز اول از موضوع افتتاحیه هست افتتاحیه تقریبا تازه تمام شده ولی چیزی که من در ماحول دیدم و در داخل غرفه ها دیدم نام خدا بسیار زیاد است استقبال بسیار خوب است و من مطمئن هستم با موضوعی که امروز روز افتتاحیه بوده اکثر مردم شرکت نمی کنن فردا جمعه و بعد روز آینده من مطمئن هستم اشتراک بسیار بیشتر خواهد بود زنده و صحتمند باشین آرزوی پیشرفت و کامروایی و کامیابی افغانستان را داریم انشالله امنیت هست بتانیم از این امنیت در جهت ساخت و ساز و آبادی وطن استفاده بکنیم انشالله بتانیم وطنی داشته باشیم بسیار سمارت بسیار هوشمند امنیت خب بسیار بهتر شده این یک حقیقت یک واقعیت است که موضوع امنیت بسیار تغییر کرده بسیار خوب شده حتی میخوایم بگم که شرایط کاربار برای کسایی که میخوان شروع بکنن بسیار بهتر شده من یک سگمنت باز کردم گفتم برای کسایی که میخوان شروع بکنن دلیلش وجود امنیت است حالا در سیستم گذشته در دوره جمهوریت کاربار روان بود بر اساس یک الگوریتم شر نه چندان سالم روان بود و اونا صاحب کار بودن صاحب سرمایه بودن صاحب ارتباطات بودن و شاید در ایجاد کارهای نو در او وقت یک مقدار مشکلات زیاد دیده می شد چون ارتباطات از اونا بود چون بزنس ها از اونا بود و ولی حالا محیط تازه است یعنی هر کسی به عنوان یک تاجر به عنوان یک مبتدی به عنوان یک کسی که می خواد کار شروع بکنه به عنوان یک کسی که می خواد کار تولید بکنه یعنی چه در زمینه تولید باشه چه تجارت باشه یک شرایط بسیار بهتری هست و آرزو می کنم که ان شاء الله مردم ما از این
امنیت از این فضایی که با وجود آمده ان شاء الله در جهت ساخت و آبادانی وطن ان شاء الله استفاده. عزیزان بیننده جهان سپاس که تا این دم با ما بودین. شما هم جریان برگزاری نمایشگاه را تماشا کردین. امید بری داریم که بیشتر سرمایه داران و سرمایه گذاران ایرانی، پاکستانی و همچنان امریکایی و اروپایی و آلمانی بیشتر تشویق شود تا بیان در افغانستان سرمایه گذاری بکنن، چی در قسمت معدن باشه، چی در قسمت ساختمانی باشه و چی در قسمت های شرکت سازی و سرک سازی و ساختمانی، در همه موارد باشه. خوبیش این است که عواید میه به حکومت افغانستان و همچنان زمینه کار مساعد میشه به تعدادی از جوانا تا جوانان ما از این کشور فرار نکنند و در اینجا مصروف کاربار شوند تا بتوانند به خانواده های خود یک لقمنان حلال پیدا بکنند و همچنین نمایشگاه ها میتواند تاثیرات خوب به خاطر رشد اقتصادی و همچنان شناسایی کارهای مفید و مثمر و همچنان تشویق سرمایه‌داران خارجی در کشور عزیز ما افغانستان است. امیدوار هستم که حکومت امارت اسلامی افغانستان بالخصوص وزارت تجارت و صنعت و همچنان اتاقهای تجارت افغانستان بیشتر در این مورد تلاش های فراوانی انجام بدن تا همچنان نمایشگاه را بیشتر در کشور ما برگزار بکنند تا هموطنان ما با محصولات افغانی و همچنان ایرانی و پاکستانی و هندی بیشتر آشنا شوند و همچنان یک زمینه خوب به خاطر رشد اقتصادی و همچنان تشویق سرمایه داران ملی و بین المللی در اینجا انشاءالله که به وجود آمد از این بیشتر هم به وجود بیاید که تا باشد ما برویم به طرف یک رشد اقتصادی بهتر در وطن عزیز ما افغانستان. با امید سربلندی سرفرازی تمام شما بیننده های عزیز، این بود داشته های این گزارش که تقدیم حضور شما کردیم. تا ایدار بعد که انشاءالله در خدمت حاضر می شویم، شما هموطنان عزیز را به الله پاک بی‌نیاز می سپاریم. الله حافظ، نگهدار شما. لید نیوز، جایگاه خبرهای متفاوت.